شما بخیر، سلام عرض می‌کنم خدمت تمام بینندگان عزیز. بله، امروز باید در مورد بورس صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد مبحث بورس بشیم و ضرر زیانایی که مردم کردن، یه مقدمه در مورد بورس بگم. بورس سال 99 دو تا نیمه متفاوت داشتش. تا مرداد ماه خیلی خوب بود وضعیت بازار سرمایه و به نزدیک 2 میلیون تا واحد هم حتی رفت شاخص کل، ولی کن بعد از اون ما شاهد ریزش‌های مکرر بودیم. تو همین الان هم ادامه داره این ریزش‌ها. حالا عوامل مختلفی از جمله مداخله‌ای که بانک مرکزی کردش، از جمله اون اختلاف نظری که بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد رخ داد، جزو دلایل ریزش بازار سهام اعلام میشه. حالا تو این برنامه میخوایم خیلی جزئی تر این همین عوامل رو بررسی کنیم و هم بپردازیم به اینکه دولت 13 هم باید چه کاری انجام بده که این اتفاقات دوباره تکرار نشن. دو عزیز محترم رو دعوت کردیم برای تحلیل این اتفاقات بازار سرمایه، جناب آقای دکتر سعدوندی و جناب آقای آقابزرگی، هر دو از کارشناسان بورسی و کارشناسان اقتصادی کشورمون هستن که فکر کنم برای فعالین بازار سرمایه هم آشنا باشن. سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. سلام آقای سعدوندی، به نظر شما دلیل اصلی این نوساناتی که اتفاق افتاد و ضرر زیانی که به بورس بازان رسید چه بوده؟ بله، من به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ببینید، من مهمترین عامل سیاست گذاری میدونم، یعنی خود بنده از بهمن 98 هشدارهای جدی خدمت مسئول محترم ارائه دادم که وضعیت پولی کشور وضعیت مناسبی نیست و با توجه به این که روند بازده بازار سرمایه بسیار مثبت بوده در سال 98، که این هم مثبت بود یعنی رشد کرده بود، هم برای اقتصاد مثبت بود چون اون وضعیت در واقع مشکل نقدینگی که ما داشتیم و که در بانک ها انباش شده بود، اون سپرده های هزینه زای بانک ها یک مقداری وارد بازار بورس شده بود، یعنی وارد حساب های جاری شرکت های کارگزاری شده بود، از این جهت خیلی مثبت بود در سال 98. اما این داشت مومنتوم پیدا می کرد، داشت به تدریج داشت به شدت افزایش پیدا می کرد، هشدارهای جدی داده شد. نه فقط به این هشدارها عمل نشد، بلکه چند مورد مشخص اتفاق افتاد. یکی این بود که کسری بودجه دولت که می توانست از محل اوراق تامین بشه، متاسفانه سعی شد که پولی بشه، یعنی وزارت اقتصاد اعلام کرد که ما در واقع اعلام نکرد ولی متوقف کرد انتشار اوراق رو، و همین پولی شدن مردم کم کم متوجه شدن که پول زیادی در اختیارشون هست. همزمان بازار سرمایه در حال رشد بود، یک عقبه‌ای هم داشت، یعنی از سال 97 این رشد شروع شده بود و این مشخص بود که به جای خوبی ختم نمیشه. مسئله دوم که اتفاق افتاد در مدیریت بازار سرمایه بود که سعی بر همین مسائل مثل دامنه نوسان و حجم مبنا و از این طریق سعی میشد جلوی رشد بازار سرمایه گرفته بشه، بسیار کار اشتباهی هست. اگر ما ضربه خوردیم، به نظر من یکی از دلایل اصلیش همین مداخلات بی ملاحظه‌ای است که متاسفانه در بازار انجام میشه. پس بنابراین سیاست‌گذاری بودجه‌ای اشکال داشت، سیاست‌گذاری مدیریت بازار سرمایه متاسفانه به خوبی صورت نگرفت، و مسئله بعدی که متاسفانه مشکل خیلی اساسی به وجود آورد این بود که تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان کشور در واقع یک توصیه هایی کردن تحت عنوان اینکه مثلا نرخ سپرده قانونی رو در بانک ها کاهش بدیم یا سیاست انبساطی پولی در پیش بگیریم. البته مستتر در یک نامه ای بود، به طور مشخص نگفته بودن سیاست گذاری انبساطی پولی در پیش بگیریم، ولی در نامه مستتر بود و متاسفانه این نامه از طرف سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی متاسفانه پذیرفته شد و این بود که روند رفت به سمت اینکه رشد های خیلی شدید در بازار سرمایه داشته باشه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. میپرسم سوال دوم از شما در مورد بانک مرکزی. فکر کنم جفتتون گوشه هایی گفتید در موردشون، ولی میخوایم حالا یکم شفافتر بحث کنیم. دقیقا بانک مرکزی چه میشه کاری کردش که باعث ریزش بازار سرمایه شدش؟ آقای سعدوندی، به سیاست گذاری ها در پاسخ اول اشاره کردید. سیاست های بانک مرکزی رو چقدر دخیل میدونین در این اتفاقاتی که برای بورس افتاد؟ ببینید، در مورد سیاست بانک مرکزی من خدمت شما اطلاع دادم، یعنی توضیح دادم خدمتتون که متاسفانه در ابتدای سال 1399 به دلیل بحران کرونا یا به بهانه بحران کرونا چند ماهی بانک مرکزی پذیرفت که سیاست انبساطی پولی داشته باشه. پس از اون تقریبا یک مقداری وقفه در این ایجاد شد.
از ماه تقریبا از خرداد سال 99، یعنی دقیقاً یک سال پیش در همین روزها از 13 خرداد سال 99 انتشار اوراق شروع شد، هرچند که بگذاریم که باز مجدداً در ماه مهر متوقف شد، در انتهای سال سعی کردن اوراق بفروشن نتوانستن و مجدداً کسری بودجه در انتهای سال 99 متاسفانه پولی شد و اینها نشون میده که اصلا هیچ برنامه‌ریزی مشخصی در جهت کنترل بازارها، مدیریت اقتصاد کلا متاسفانه ندیدیم. این واقعیتی است که وجود داره. مسئله دیگری که اتفاق افتاد تعارض منافع بود. یعنی شما ببینید در زمانی که بازار احتیاج داره که باید به سرعت مثلا ابزارهای مالی به بازار عرضه بشه، یکیشو جناب آقای دکتر، جناب آقای آقا بزرگی به درستی فرمودن که مثلا مسئله در واقع آتی سکه ای ما داشتیم، بسیار بازار خوب عمل میکرد. این آتی زمانی به درد میخوره که نقدینگی به سمت یک بازار هجوم میاره، مثلا نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هجوم میاره. به محض اینکه این نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هجوم آورد و میتوانستیم از این با ابزار استفاده کنیم، همون زمان این ابزار رو کلن متاسفانه ما منهدم کردیم. خب ببینید اینها خیلی تأثیرات متاسفانه مخربی میذاره. مثال دیگه خدمت شما عرض میکنم، میتوانستیم سهام دولتی رو به مردم عرضه کنیم، اما بنابر این نبود، یعنی ادعا بر این بود که سهام دولتی رو باید به مردم بدیم، پولشون ازشون بگیریم، مدیریت در اختیار دوستان خودمون باشه. یک اختراعی رو به وجود آوردن که اصلا در دنیا ما چنین چیزی نداریم، اسمش هم گذاشتن ETF. ETFی که در دنیا هست با این چیزی که شما اجرا میکنید هیچ ربطی نداره، یعنی اسمی هم خارجی هم یک اسم انگلیسی هم بالاخره روش گذاشتن که یک افتخاری هم باشه، ولی بالاخره یک روزی باید به این رسیدگی بشه که این افرادی که منتفع شدن فقط و فقط اعضای هیئت مدیره این ETF خواهند بود. دست شما درد نکنه. آقای سعدوندی، این بیمه‌گری دولت برای بازار بورس مثلا از راههایی که اتفاق افتاد، تزریق پول بانک‌ها و حقوقی‌ها به بورس که حالا برخی از کارشناسان میگن که تقاضا رو بالا می‌بره، این خودش چقدر مقصر بود یا چقدر اصلا دخیل بود، نمیگم مقصر، چقدر نقش داشت در نوساناتی که در بورس اتفاق افتاد؟ بله درست میفهمید. ببینید ما یک مشکلی که چند بارم من در اقتصاد ایران دیدم اتفاق افتاده این هست که یک فرایندی در دنیا بارها مشاهده شده تحت عنوان فرایند اضمحلال. چه زمانی ممکنه که یک شرایطی، یک سیستمی به سمت اضمحلال بره و کسی جلوی اینو نگیره و از بین بره؟ اون زمانی هست که ما در واقع عامل بیماری رو با درمان یکی میگیریم. مثلا افرادی که آب آلوده‌ای رو خوردند و دچار بیماری گوارشی شدن، بعد برای اینکه خوب بشن میگن مثلا آب بالاخره شفاست، دوباره آب همین رو استفاده میکنن و وضع بدتر و بدتر و بدتر میشه. در سیاست‌هایی که برای مقابله با بحران خود کرده به وجود آمد، متاسفانه دقیقاً همین مسئله بود در بازار بورس ایران. به چه معنا؟ به این معنا که خب حالا ما در سال 99 در ماه مرداد متوجه شدیم که شاخص بیش از حد رشد کرده، الان ممکنه که متاسفانه شاخص سقوط کنه. راهکاری که ما داشتیم گفتیم وجوه نقد داخل شرکت ها باید تخلیه بشه، چه اتفاقی بیفته؟ این وجوه نقد رو وارد بازار کنیم. خب این باعث شدیم که وضعیت مالی درون شرکت ها متاسفانه تضعیف بشه. مثلا شرکت ها رو مجبور کردیم که سهام خزانه خریداری کنند. سهام خزانه وقتی که ابزاری است برای اینکه زمانی که قیمت سهام پایین‌تر از قیمت ذاتی هست، شرکت‌ها بتوانند این سهام خزانه رو خریداری کنند، بازار به تعادل خودش برگرده. وقتی بالاتر از قیمت تعادلی هست شما سهام خزانه رو معرفی می‌کنید، چه اتفاقی می‌افته؟ خب وضعیت نقدینگی شرکت‌ها رو به شدت تضعیف کردید. خب این وقتی که وجوه نقد شرکت‌ها کاهش پیدا کرد، رفتیم سراغ وجوه نقد هلدینگ‌ها، رفتیم سراغ وجوه نقد حقوقی‌ها. الان در بازار اینطور مطرح میشه که چرا حقوقی‌ها خریداری نمی‌کنن. شما دو ماه گذشته رو ببینید، شاید دو سه روز در بازار ما جریان نقد از حقیقی به حقوقی نداشتیم، یعنی در تمام مدت دقت می‌فرمایید جریان نقد از حقوقی به حقیقی بوده. این یعنی چی؟ یعنی وجوه نقد داخل شرکت ها متاسفانه داره تضعیف میشه. دقت بفرمایید، یعنی راهکاری که ما در پیش گرفتیم یا همین اوراق تبعی که جناب آقا بزرگی به درستی فرمودن، ببینید این اوراق تبعی اگر با قیمت بازار تعیین شده باشه یک ابزاری است مثل بیمه، اما الان حالتی شده که شما ماشین تو بیمه میکنی مجانی رایگان. دقت میفرمایید این پول، این بیمه رایگان رو یک کسی داره تقبل میکنه، یک فردی داره پرداخت میکنه و اون فرد متاسفانه کل ملت ایران هستن. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. بین صحبتاتون خاطرم هست که یکی از دو عزیز، فکر کنم شما بودید آقای سعدوندی، گفتید که دعوت دولتی صورت گرفت که خیلی از مردم سرمایه هاشون رو به سمت بازار سرمایه بیارن. حالا باز شما موافقید که حالا که ضرر و زیان متوجه سهامداران شده،
این دولت‌های بعد به طور کلی مقامات دولتی هیچ وظیفه‌ای متوجهشون نیست در قبال ضرر و زیانی که سهامداران می‌بینن؟ چرا؟ ببینید وظیفه قطعاً وظیفه دارند. ببینید دولت یک نقش حاکمیتی داره که معمولاً اون نقش حاکمیتی رو خود دولت به رسمیت نمی‌شناسه و بعد وارد گود میشه. دولت قرار هست که داور باشه، مثل بازی فوتبالی که یا بازی والیبالی که دیروز انجام شد، شما یه دفعه ببینید وسط بازی اون داور والیبال بیاد وسط بازی ببینید، یعنی یا داور ببینه موقعیت گل خوبی پیش اومد یه گل بزنه. خب اینا در فوتبال اگر به نظر شما اینقدر مضحک میاد، در بازار سرمایه هم به همین صورته، در مدیریت اقتصاد هم به همین صورته. دولت نقش حاکمیتی خودشو به درستی ایفا نمیکنه، بعد خودش تبدیل به بازیگر میشه. اینها از نظر مدیریت اقتصادی، از نظر علمی، از نظر تجربه بشری مضحک است متاسفانه، ولی در کشور ما اینقدر این مسائل تکرار شده که برای ما عادی هست. همونطور که دولت در بازار مرغ وارد میشه، دخالت میکنه و وضعیت رو تخریب میکنه به جای اینکه تقویت کنه، در نهایت به تخریب بازار منجر میشه. همین وضعیت رو شما در بازار سرمایه مشاهده کردید بارها و بارها، الان هم ادامه داره. یعنی برخورد دستوری نباشه، به عنوان ناظر فقط دولت باید نظارت بکنه، نظارت درست انجام بده. من یک چند بارها و بارها در مورد مسئله مجوزها در همین سیمای ملی من بارها و بارها صحبت کردم. الانم ما سال مانع زدایی هستیم. من تا اینجایی که تا الان میبینم، البته یکی دو مورد هفته گذشته اعلام شد، ولی تا هفته گذشته حتی یک مورد مانع زدایی نداشتیم. الان ببینید در بازار سرمایه هم همین مسئله هست. باید شرایطی فراهم بشه که فعالان بازار وارد بازار بشن، که تشویق کنیم افراد رو وارد بازار بشن. ببینید این خیلی متفاوت هست از اینکه به صورت کلامی فقط سعی کنیم بیمه‌گری انجام بدیم، تضمینی رو به مردم ارائه بدیم که این تضمین اصلا وجود خارجی نداره و بعداً مشخص میشه که دولت اصلا. ببینید بازار سرمایه‌ای که در اوج بالای 6000 7000 میلیارد تومان، 7 میلیون میلیارد تومان ارزش بازار بود، شما چگونه میخواید دولتی که بودجه دولت چقدر بوده؟ حداکثر حالا سال گذشته شما بگیرید 500000 میلیارد تومان دیگه، 500 همت بوده. اصلا اندازه بازار رو شما در نظر بگیرید با بودجه دولت. چگونه رئیس دولت اومده به مردم تضمین داده که شما وارد این بازار بشید، بازارهای دیگر رو رها کنید، به نفع شما تموم میشه؟ اصلا از اول مشخص بود که چنین چیزی امکان نداره. خیلی ممنون جناب آقای صدبندی. یه سوال سخت بپرسم دیگه، ناظر به دولت 13 هم میخوایم بپرسیم، راهکار چیه؟ بله ببینید، بازار روند خودش رو خواهد رفت. اگر که ما هیچ اصلاحی هم انجام ندیم، 3-4 سال دیگه بازار برمیگرده. حالا مسئولی که 4 سال دیگه باشه احتمالاً افتخار میکنه، میگه من این مشکل حل کردم. اما واقعیت اینه که ما باید اصلاحات ساختاری در بازارمون انجام بدیم. من الان در مورد سیاست گذاری پولی خدمت شما صحبت هایی داشتم که یکی از دلایلی که وضعیت بازار سرمایه تخریب شد این بود که در زمان نامناسب ما سیاست انبساطی پولی داشتیم. یا در مورد سیاست بودجه خدمت شما عرض کردم که به جای اینکه ما از اوراق استفاده کنیم برای تامین کسری بودجه دولت، رفتیم به سمت پولی سازی کسری بودجه دولت. یا در مورد در واقع ابزارهای بازار صحبت کردم که متاسفانه در زمانی که باید از این ابزارها استفاده می‌شده، دقیقاً در اون زمان خیلی عجیبه، دقیقاً در همون لحظه اینها تخریب شدند و متوقف شدند. همه اینها رو که می‌بینیم متوجه می‌شیم که از نظر حاکمیت اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی متاسفانه ما دچار مشکل هستیم. این رو باید حل کنیم. یعنی ببینید ما در دنیا الان یک بحث خیلی مهمی داریم تحت عنوان نیکرانی، گود گاورننس، یا مثلا شرکت رانی یا حاکمیت شرکتی، کورپوریت گاورننس. خب ما باید دقت کنیم که اعضایی که کل این بازار بورس رو هدایت میکردن، مثل اعضای هیئت مدیره شرکت ها، یعنی ما یک چیزی حدود 700 تا شرکت داریم، یک چیزی حدود شاید 5-6 هزار نفر افراد اصلی داریم در ایران که شرکت ها رو اداره میکنن. اینا چگونه تعیین میشوند؟ بر اساس کدام قابلیت تعیین میشوند؟ ببینید چه قدرت نظارتی دارند. الان در دنیا هیئت مدیره در بسیاری موارد، مخصوصا در بانک ها، حتی در بانک های مرکزی هیئت مدیره ها دولایه هستند. آیا ما اینها رو در کشورمون داریم؟ متاسفانه نداریم. یعنی باید اصلاحات اساسی و جدی صورت بگیره در زمینه در واقع افرادی که اعمال سیاست میکنند. تا این حل نشه، جناب آقا بزرگی به درستی اشاره کردن به شورای عالی بورس. چرا باید شورای عالی؟ در کجای دنیا ما بورس داریم وقت بورس دولتیه؟ مثلا کجای دنیا بوده؟ خب این اگر واقعا میخوایم دولتی باشه که اصلا بورس رو باید تعطیل کنیم.
اگر واقعا میخوایم بازار داشته باشیم، اجازه بدیم که بازار در واقع خودش نقش داشته باشه، خودشو اداره کنه، اجازه بدیم فعالان بازار، فعالان واقعی بازار. حالا یه سری افراد هستن هوشیگری میکنن، متاسفانه اینها صداشون شنیده میشه، بالا میان و در رسانه هم حضور دارن. نه، افرادی که واقعا تجربه دارن، صاحب تجربه هستن، صاحب علم هستن در این زمینه، انتظار داریم بالا بیان. ان دست شما درد نکنه. به نظرم آقای سعدوندی شما هم موافق حرکت دولت 13 با همین فرمون نباشه؟ با همین فرمون که الان داریم میریم. بله. خب ما که فعلا این فرمون رو خیلی نقد کردیم. بله. و این به بیراهه داره میره. ببینید، در مورد من کاملا تایید میکنم صحبتایی که در این جلسه شد. ببینید، ما بازار ثانویه داریم. بازار ثانویه رو اتفاقا تقویت میکنیم که بازار اولیه تقویت بشه. یعنی برداشت این هست که اگر افراد خیالشون راحت بشه که اگر یک سهامی رو خریداری کردن در یک شرکتی، در یک شرکتی سرمایه گذاری کردن، هر زمان که نیاز دارن بتوانند در واقع به اون منابع دسترسی پیدا کنن، بتونن سهامشون رو بفروشن، این خیلی در واقع راهگشا خواهد بود. ببینید، اصلا فلسفه بازار بورس چه هست؟ قبلا شرکت ها مثلا در قرن 19 هم، در ابتدای قرن 20 هم، شرکت ها تشکیل میشد، منابع جذب میکردند، اگر سرمایه گذاران احتیاج به منابعشون داشتن، فروش این سهام بسیار مشکل بود. بازاری تشکیل شد تحت عنوان بازار سرمایه یا بازار بورس که این بازار ثانویه بود، در جهت تقویت بازار اولیه عمل میکرد. ولی ما مطلقا این ابزار اصلا استفاده نکردیم. بگین اولین کاری که باید بکنن چیه؟ ببینید، مثلا ما پیشنهادهایی دادیم، حتی در مجلس هم تصویب شد، در مورد افزایش سرمایه از محل صرف سهام. یعنی اینکه بالاخره این رابطه بین بازار اولیه و بازار ثانویه شکل بگیره. اشکال به نظر من در نظارته. جایی که اصلا نباید نظارت بشه، نظارت صورت میگیره. مثلا شرکت ها میخوان افزایش سرمایه بدن، باید برن از یک کارمندی در سازمان بورس اجازه بگیرن. این کارمندان حالا شاید 5 نفر باشن، 10 نفر باشن، در مورد 700 تا شرکت تصمیم میگیرن. اصلا چه لزومی داره که این افراد در مورد این شرکت ها تصمیم بگیرن؟ جناب آبازرگی به درستی فرمودن، شرکت‌ها می‌خواستن اوراق منتشر کنند. به شدت جلوی این قضیه گرفته شده. در هیچ جای دنیا نبوده که شما اگر می‌خواید اوراق منتشر کنید، باید بیاید تضمین بدید. کدام تضمین؟ اصلا اوراق رو وقتی که سرمایه‌گذار می‌خره، می‌دونه که یک ریسکی داره. حتی من شنیدم حتی در کشور چین که سیستم بازار آزاد نیست، ولی اجازه دادن بعضی از اوراق نکول بکنن که مردم متوجه بشوند که این اوراق همیشه اینجوری نیست که سود بده. بعضی وقتا ممکنه که نکول کنه، بعضی وقتا ممکنه زیان بده. ببینید، یعنی ما باید اجازه بدیم که بازار واقعا بازار باشه. بازار ما متاسفانه نابازار بوده. ما تا وقتی مکانیزم‌های بازار رو اینجا اجرا نکنیم در بازار بورسمون، به جایی نخواهیم رسید. همین وضعیت ادامه پیدا می‌کنه. 20 سال هست که دخالت‌ها تقویت شده. یعنی به جای اینکه بازار تقویت بشه، نابازار تقویت شده. 20 سال هست که نقش بازیگری مدیران بازار سرمایه، نقش بازیگری مدیران دولتی در بازار تقویت شده. من خدمت شما عرض کردم فلسفه وجودی این ETF ها این بود که 10 نفر اعضای هیئت مدیره ETF ها در آینده منتفع بشوند. چرا باید در جلوی چشم چند ده میلیون نفر یک چنین شرایطی اتفاق بیفته؟ اگر که مطالبه گری وجود داشته باشه، من راه، یعنی شاه کلید این قضیه رو مطالبه گری عمومی میدونم، مطالبه گری مردم، مطالبه گری سهامداران میدونم. اگر مطالبه گری سهامداران انجام بشود، اگر سهامداران در صحنه حضور داشته باشند، دیر یا زود مدیر دولتی هم موظف هست که حداقل بازار رو تخریب نکنه و به تقویت ارکان بازار بپردازه. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. تمام آقای نجار. بله، خیلی ممنون. زنده باشید. خیلی ممنونم از حضورتون. خیلی ممنون از حضور هر دو میهمان بزرگوار، هر دو از کارشناسان بازار سرمایه بودن. امیدوارم که فرصت‌های دیگه هم بتونیم از اطلاعاتتون استفاده کنیم و ان شاءالله که بازار سر و سامان بگیره و پول‌های همه سهامدارانی که به هر حال شاید که دچار ضرر و زیان شده بودن باز هم برگرده بهشون. Thank you.